تحلو الحياة شوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان ارجمند و گرامی، در هر کجایی که هستید و در این لحظات باصفا و زیبای روز جمعه، برنامه خودتان، برنامه آموزش روحانی قرآن را مشاهده می فرمایید. خدمت یکایک شما سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی بهره‌مند بوده باشید. دوستان گرامی، خوشحالیم که باز هم توفیق الله متعال شامل حال ما و شما عزیزان گردید تا با برنامه دیگر از سری برنامه های آموزش روحانی قرآن لحظات زیبای را با تلاوت و آموزش و درست و صحیح خوانی قرآن کریم، کلام پروردگار، دستور بشریت سپری نماییم و از درگاه الله متعال در این لحظات باصفا خواهانیم که همه ما و شما را از جمله تلاوت کنندگان و حافظان و عاملان به کلام پاکش قرآن کریم بگرداند. در این برنامه باز هم طبق معمول درس دیگر از درس‌های من را که انشاءالله امروز و در این جلسه دو صفحه خواهد بود خدمت شما سروران تقدیم خواهیم کرد و در این برنامه انشاءالله صفحه 166 و صفحه 167 قرآن چاپ مدینه منوره را تلاوت خواهیم کرد و به برخی احکام تجویدی آن اشاره خواهیم کرد و دقیقا از آیه 131 تا آیه 143 سوره اعراف، از آیه 131 تا آیه 143 سوره اعراف. اما در آغاز میریم به سراغ کلیپ های ارسالی نونهالان، با هم کلیپ های ارسالی را میبینیم و بعد از آن انشاءالله دوباره در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. با ما باشید. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وعزنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وعزنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدعا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا كفوا أحد أحد. ولا حد على شمعنا من ذلك ولم يولد ولا كفوا أحد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة العتب. في جيدها عبل من مسد. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما سروران و گرامیان هستم و با هم کلیپ های ارسالی نونهالان را مشاهده کردیم و برخی نکات را که من اینجا یادداشت گرفتم خدمتتان عرض می دارم. خب شروع میکنیم از نورعلی 5 ساله از تاجیکستان. نورعلی جان احسنت، بارک الله فیک، آفرین، سوره اخلاص خوب خواندی. دخترک گل ما عایشه جان از بیننده‌های دائمی ما هستن از مشهد، سوره انشقاق تلاوت کرد عایشه جان، فقط در یک جا
عائشه جان، يا ايها الانسان انك كادح، حرف حيس، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. كدحا كدعني، عين تلفظ نمیکنیم، كدحا فملاقيه، كدحا فملاقيه. تشکر عائشه گل. بعد احمد جان 5 ساله از تاجیکستان سوره فیل تلاوت کرد، تشکر از احمد جان. بعدش سارینا دخترک گل ما از مشهد سوره اخلاص تلاوت کرد، و عبدالبصیر جان 2 ساله، عبدالبصیر جان 2 ساله خیلی شیرین بود، سنش هم خیلی کوچک اما ماشاءالله کودک جری، و انشاءالله که عبدالبصیر جان در آینده قاری و حافظ کلام الله مجید شود. عبدالبصیر جان سوره اخلاص خواند اما چند آیتش کامل نکرد. بعد از عبدالبصیر جان فاطمه جان از تاجیکستان باز هم سوره اخلاص تلاوت کرد، و من یک بار خدمت نورعلی و سارینا جان و عبدالبصیر جان و فاطمه جان که سوره اخلاص تلاوت کردن، یک بار خدمت اینا سوره اخلاص تلاوت میکنم، اگر احمد جان از اتاق کنترل سوره اخلاص روی مانیتور نمایش بده تا بینندگان ما مستفید شن. خب عبدالبصیر جان و فاطمه جان و نورعلی جان همراه با سارینا اینا سوره اخلاص تلاوت کردن، یک بار خدمتشان تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، قل هو الله احد، بالذات مخاطب عبدالبصیر جان است، قل هو الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن، ولم يكن، ولم يكن له، ولم يكن له، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. باز هم یک بار دیگر خدمت این نونه حالا و این گلهای گلستان قرآنی، باز هم یک بار دیگر سوره اخلاص تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. خب امیدوار هستم که نورعلی جان و سارینا و عبدالبصیر و فاطمه جان از این درس و همچنین سایر بیننده های عزیز و گرامی ما مستفید شده باشند. بعد بیننده بعدی ما دلیار جان، که ما به دلیار جان همیشه لقب قاری دادیم، قاری دلیار جان از کشور سوئد سوره 8 را تلاوت کرد. ماشاءالله خداوند دلیار جان و سایر نونهالای ما را در حفظ و پناه خودش داشته باشه، خیلی زیبا تلاوت کرد و تجوید دلیار جان هم خیلی عالی است. اما یک نکته را من در این تلاوت دلیار جان از خلال تلاوتش متوجه شدم که دلیار جان علامه ساکنه، حق ساکنه درست ادا نمیکنه دلیار جان. امیدوار هستم که در دفعه های بعدی، در قرائت های بعدی درست تلاوت کنیم. مثلا هو الذی اخرج، اخرج حرف خیچی هست، ساکن هست، ساکن باید حقش چه کنیم؟ ادا کنیم، اخرج نمی کنیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، اینجا هی هم ساکن است، من اهل الكتاب
من ديارهم لأول الحشر. حشر بالذات اینجا حرف شین ساکن هست که در شین سکون حقش ادا نکرده دلیار جان و اندک حرکت داده، پس متوجه ساکن باش، در ساکن اندک مکسکو خیلی اندک. لأول الحشر، حشر اخرج اهلی، این نقاط دلیار جان متوجهش باش، تشکر میکنم دلیار جان. بعد دختره که گل و نازنین ما خدیجه جان از مشهد سوره مسد تلاوت کرد، اما خدیجه جان تبت یدا ابی لهب خواند، خدیجه جان ابی لهب هست. اگر احمد جان یک بار سوره مسد روی مانیتور نشان بده تا ما خدمت خدیجه جان و همچنین بقیه بیننده یک بار این سوره را بخوانم و برخی از نقاط اشاره کنم. هرچند ماشاءالله خواهر که خدیجه جان تلقین میکرد ماشاءالله متوجه اشتباهات خدیجه بود، اما خدیجه گل باز هم بعض جاها لغزش های اندکی داشت. خدیجه جان انشاءالله که در دفعه بعدی متوجه اشتباهات شوی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا ابي لهب وتب. خديجه جان لهب وتب، لهب وتب. تبت يدا ابي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. ماله نه، ماله. لام چی داره؟ زمه داره. لام اگر فتحه می داشت ما ماله میخوانیم، لکن اینجا لام چی داره؟ زمه داره، پیش داره. پس ماله، ما أغنى عنه ماله و ما کسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. وم، وم ألف نطق نمشه مستقيم. وم، وو حركة وو فتحة بچي ميكونين بميم ميچسبونين وصل ميكونين. وم و ام نمیگیم، وم. ومرأته، وم. ومرأته تی هم چی داره؟ زمه داره. ومرأته نمیخونیم. ومرأته حملت الحطب، حملت الحطب. فی جیدها، فی جیدها حبل من مسد. بار دیگر میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خب بینندگان عزیز و گرامی، این بود برخی از نقاطی که خدمت نمنهالان که تای کلیپ ها تلاوت کردن خدمتشان تقدیم کردید. حالا میریم به سراغ درس این هفته ما. ابتدا با هم صفحه 106 تلاوت میکنیم و به دنبال آن همین سفر انشاءالله با صدای شیخ منشاوی گوش میدهیم و بعد از آن دوباره به صفحه بعدی خواهیم، صفحه بعدی را تلاوت خواهیم کرد، یعنی صفحه 167 قرآن چاپ مجمع طباعتی مصحف شریف در مدینه منوره. خوب دوستان گرامی، به یاری الله متعال صفحه 166 شروع میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم، اینجا مده چی داریم؟ مده متصل به مقدار 5 حرکت. بعد حرکت زمه را به چی میکنیم؟ به حرف لام میچسبانیم. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ حَسَنَةُ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا. اینجا چی داریم؟ اخفا داریم چون بعد از حرف نون اینجا حرف ت آمد، اینجا نونه مخفی میکنیم. و این نمیخوانیم، و این نه، و این تصیبهم بیره هم چی میکنیم؟ قلقله میکنیم. سیئتون یطیرو، بعد از تنوین حرف یا آمد و اینجا یا از جمله حروف ادغام هست، هر حروف ادغام که در کلمه یرملون جمع میشه، یرملون یا ر میم لام و نون، این 6 حرف حروف چی هست؟ حروف ادغام هست. یطیرو حرف طوی مشدد هست و حرف یا مشدد هست، بس طاره هم به مقدار 2 حرف تلفظ و نطق میکنیم و یارا همچنین. طیرو چون حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، اینجا یا هم یک یای ساکن داریم یک یای متحرک. یطیرو و این تصیبهم سیئت یطیرو بموسا و من معه بموسا وَمَن مَعَه، نون اول به نون چی میکنیم؟ بعدی ادغام میکنیم چون بعد از نون ساکن میم آمد و میم از جمله حروف چی هست؟ ادغام هست. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الا انما، اینجا مد منفصل داریم چون حرف مد در یک کلمه و سببش در کلمه دیگر. الا انما طائرهم عند الله، اینجا مد متصل داریم که به مقدار 5 حرکت مد میکشیم چون حرف مد و سبب مد در یک کلمه واقع شده. ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولا اینجا الف خنجره داریم، ولا ولكن نون مشدد هست که به مقدار 2 حرف نطق میشه. ولكن اکثرهم لا یعلمون،
میریم سراغ آیت بعدی. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما هي ساكن هست مهما بعد ميم وألف. وقالوا مهما مهما تأتنا همزة جهاز ساكن هست تأتنا به. وقالوا مهما تأتنا به من آية. اگر وقف کردیم ته به چی تبدیل میشه؟ به هی تبدیل میشه. وقالوا مهما تأتنا به یای کمکیس یای سلام به من آیه به من آیت لتسحرنا بها. بعد از تنوین لام آمد، لام از جمله حروف ادغام هست. من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا ري ساكن هست ما قبلش مفتوح بس برو خوانده میشه. فأرسلنا لام ساكن هست نون با الف فأرسلنا نمیخونیم. اگر فأرسلنا خواندیم الف قائل نشدیم، در حالی که اینجا ما الف داریم. فأرسلنا عليهم الطوفان عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. اینجا میم مشدد هست، توی اینجا مشدد هست، بس علیهم طوفان نمیخوانیم. علیهم طوفان علیهم طوفان والجراد والقمل والضفادع ضاد چی هست؟ مشدد هست، شددار هست. والضفادع والدم دال هم مشدد هست، شددار هست. والدم آیات مفصلات آيات مفصلات. بعد از تنوین حرف میم آمد، اینجا ادغام هست و صاد شددار هست، باید حقش ادا بکنیم. مفصلات بعد از لام الف هست. آيات مفصلات فاستكبروا. بعد از تنوین حرف فی آمد، فی از جمله حروف اخفا است. فاستکبروا الف نطق نمیشه مستقیما، حرکت
ف فتحه را با سین چی میکنیم؟ میچسبانیم و وصل میکنیم. فاستکبروا برو برو فاستکبروا نمیخوانیم، بره پر نمیخوانیم، به باری خوانده میشه. فاستکبروا ری پر میخوانیم، به باریک ری پر. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. بعد از تنوین حرف میم آمد، پس اینجا چی هست؟ حکم حکم ادغام هست. خب میریم سراغ آیت بعدی. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما ميمي مشدد هذا شدد دار. وقع عليهم، چون بعد از عین عین دیگه آمد، باز نشه که برخی بین. فلما وقع عليهم، وقتی وقع عليهم خواندیم عین ساکن کردیم، یک عین نطق کردیم، در حالی که اینجا ما چی داریم؟ دو عین داریم. ولما وقع عليهم وقع عليهم ولما وقع عليهم الرجز قالوا، حرکت آخری میم چی کردیم؟ به ر وصل کردیم، ر هم مشدد است. عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا، دال چی هست؟ ساکن هست، حرکت آخر سین چی کردیم؟ به دال چسباندیم. يا موسى ادع لنا، دعاله چی کردیم؟ حق قلقلش ادا کردیم، لرزاندیم. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما ربك بما بما الف حق شده میکنیم عاهده عندك. بعد از نون حرف الدال آمد و دال جمله چی است؟ حروف اخفا است. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن، حق تو اگر توقف کردیم حق شد داره چی میکنیم؟ ادا میکنیم. لئن کشفته، بعد از نون ساکن حرف کاف آمد و کاف از جمله حروف اخفاست، بس نون مخفی میکنیم. کشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنر ولنرسلن معك بني إسرائيل. لنرسلن، ري ساكن وما قبلش مضمون، بس پر ميخونيم. ولنرسلن معك بني إسرائيل. اینجا یک مد منفصل داریم و اینجا مد متصل. خب فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم
بالغوه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما ميم مشدد كشفنا عنهم الرجز إلى اینجا مد منفصل داریم إلى أجل هم بالغوه چرا نخوانیم إلى أجل إلى أجل هم بالغوه به خاطر که بعد از تنوین حرف ه آمد و ه از جمله حروف اظهار است و این علامه خودش هم این تنوین دلالت به اظهار بودن میکنه در قرآن چاپ مدینه منوره پس وقتی این علامه را دیدیم مستقیما بعد از هر حرفی که آمد نون نطق میکنیم الى اجل الى اجل نون نطق میشه الى اجل هم بالغوه اخفای شفوی چون بعد از میم حرف ب آمد گفتیم بعد از میم اگر حرف میم آمد ادغام و بعد از میم حرف ب آمد اخفا و در متبقی حروف اظهار اذا هم ینکثون مانن اینجا که اظهار کردیم میریم سراغ آیه بعدی فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا بعد از نون ت آمد جمله حروف اخفا هست منهم اظهار فأغرقناهم اینجا قلقله اینجا اظهار فی الیم میم شددار مشدد فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا ميما چه میکنیم؟ اظهار بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين میریم سراغ آخرین آیت وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرناهم ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اینجا البته ودمرناهم نه خب و دوم چی هست؟ اینجا ساکن هست و او نمیخوانیم چون حمزه مفتوح هست فتحه داره پس و او چون بعضی ها میخوانن و اورثنا اشتباه هست غلط هست و اورثنا
ثه حرف ثه هم ساکن هست. بعد ما الف داریم، بعد لام ساکن. پس اینجا چه میکنیم؟ حرکت آخر نون، نون الف وصل میکنیم بلام. و اورثنا ال و اورثنا القوم الذين قوم الذين و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 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 مشارق المشارق الأرض مشارق الأرض حركة آخر قافة بلام وصل ميكونين مشارق الأرض ومغاربها 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 التي بارك كنا فيها وتمت كلمة وتمت وتمت ميم مشدد وتمت كلمة كلمة تي هم چست تي ممدود است تي مبسوط است تي مربوط نیست و در چنین حالت البته عموما وقت تي مربوطه باشه ما چی میخوانیم در وقف کلمه میخونیم اگر وقف بود و تمت کلمه اینجا البته ما توقف نمیکنیم اما فرضاً نفس یاری نکرد یا اینکه از روی امتحان کسی به ما گفت که اینجا باید توقف کنی چگونه توقف میکنیم آیا مانند کلمه ای که ته مربوطه داره ته به هی تبدیل میشه همون جور میخونیم یعنی و تمت کلمه میخونیم نه نه خیر در اینجا حتی اگر فرزن توقف کردیم و تمت کلمت کلمت تیره چی میکنیم؟ ثابت نگه میداریم تیره نطق میکنیم یعنی تی به هی تبدیل نمیشه و این از البته چند باره هم شاید تکرار شده باشه در چنین حالتی در حالتی که تی مبسوطه باشه یا تی ممدوده پس در چنین حالتی اگر ما تیره با این شکل دیدیم در قرآن کریم وقت توقف کردیم تیره به هی تبدیل نمی کنیم در حالت وقف و وصل تیره حقش ادا می کنیم و نطق می کنیم و تمت کلمت ربک الحسنى على حسنى اینجا الف داریم على بني إسرائيل بما صبروا إنجا بني إسرائيل إنجا چه داريم؟ يكي مادة منفصل داريم ويكي مادة متصل بما صبروا ودمرنا ودمرنا مثل مر اینجا چی میکنیم؟ میم باریک نطق میشه و ری چی هست؟ مفخم و پرخانده میشه چون ری ساکن و ما قبلش مفتوح هست و دمرنا و دمرنا ما کان ما کان یصنعو تنها زمه هست یصنعو نمیخونیم چون واو اینجا نداریم و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانو و ما کانو یعرشون خب دوستان گرامی این بود تلاوت صفحه 166 دقیقاً از آیه 131 تا آیه 137 حالا همین صفحه را میریم به صدای شیخ محمد صدیق المنشاوی گوش میدهیم و بعد از آن انشاءالله بار دیگر در خدمت شما گرامیان خواهیم بود با صفحه بعدی صفحه 167 که از آیه 138
شروع میشه. خب دوستان گرامی، با هم میریم به تلاوت گوش میدهیم و دوباره انشاءالله برمیگردیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا ولنرسلن معك بني فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا الذين كانوا يستضعفون كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ودمرنا ما كان يصنع
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. رامی صفحه 166 قرآن چاپ مدینه منوره را دقیقاً از آیه 131 تا آیه 137 سوره اعراف را با صدای شیخ محمد صدیق المنشاوی گوش دادیم و از تلاوت قاری مرحوم لذت بردیم و حالا میریم به سراغ صفحه بعدیمون که صفحه 167 میشه. صفحه 167 در قرآن چاپ مدینه منوره، شاید قرآنی که نزد شما عزیزان و گرامیان باشه این شماره صفحه متفاوت باشه. پس دقیقاً از آیه 138 درس ما شروع میشه تا آیه 143، از آیه 138 تا آیه 143 به یاری الله متعال این صفحه را آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا، وجاوزنا نمیخوانیم. چرا وجاوزنا نمیخوانیم؟ به خاطر که بعد از حرف جیم اینجا یک الف داریم. الف چه؟ الف خنجری میگن. و جاوزنا که در قرآن چاپ مدینه منوره اینجوری نوشته میشه، شاید در بقیه قرآن ها وصل شوه جیم با الف. عموما رسم قرآنی، در رسم قرآنی اینجوری نوشته میشه. و جاوزنا و جاوزنا و جاوزنا، حرف الف هم حقش ادا میکنیم که به مقدار دو مد کشیده میشه. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا. اینجا مد چی داریم؟ مد متصل داریم. اینجا مد منفصل، ببنی اسرائیل، ببنی
اسرائیل، ماده منفصل و ماده متصل. ماده منفصل به اون ماده گفته میشه که حرف مد در یک کلمه واقع شود و حروفش در کلمه بعدی، اما ماده متصل حرف مد و سبب مد در یک کلمه واقع میشن. اسرائیل، حرکت آخر لام با لام بعدی وصل میکنیم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، برخي من فأتوا ميخونن، نا فأتوا نيس، فأتوا 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 على قوم يعكفون، فأتوا على قوم يعكفون. بعد استنون چامت حرف یا، یا جمله چیست؟ حروف ادغام است، بس قوم يعكفون. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، إن جابوزها مادة منفصل داريم، على أصنام لهم. بعد استنوين حرف اللام آمد، واللام جملة چيست؟ حروف إدغام است، بس إنجا حكم إدغام داريم. اینجا هم علامه وقف جایز. قالوا قالوا یا موسی جعل، قالوا یا موسی جعل لنا، قالوا یا موسی جعل لنا الها کما لهم آلهه آلهه. اینجا دو ته داریم، چون یکی دو ه داریم، ببخشین، یکی ها اینها و یکی وقت وقف کردیم این ته مربوطم به ها تبدیل میشه، پس اینجا اندکی باید دقت کرد و نیاز به دقت لازم داره. خوب، قالوا یا موسی جعل، حرکت آخر سینه به جیم چی میکنیم؟ میچسبانیم و جیم هم ساکن هست، از جمله حروف قلقل است، اندکی میلرزنیم. قالوا يا موسى اجعل لنا، إلام بلام بعد چی میکنیم؟ مدغم میکنیم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، اگر وقف کردیم إلها، اما اگر وصل إلها كما لهم آلهة. خب یا موسی اجعل نمیخونیم، چی میکنیم؟ این حرکت، این علامت فتح را به جیم چی میکنیم؟ وصل میکنیم. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه آلهه. دوه، قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم إنكم قوم تجهلون قوم تجهلون. بعد استنوين حرف تيامت، تي از جمله حروف چي هست؟ اخفاء هست. قوم تجهلون. خب میریم سراغ آیه بعدی. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء
متبر ما هم فيه. متبر شده دار هست و بعد از تنوین حرف میم آمد، اینجا چی میشه؟ ادغام میشه. متبر ما، متبر ما هم، اینجا اظهار میکنیم، متبر ما هم فیه و باطل ما كانوا يعملون، و باطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال، قال بالاترین درجه تفخیم حروف استعلاء. أغير الله، ريان پر خوانده میشه لفظ جلالم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم، إلها وهو، بعد از تنوین حرف واو آمد، واو جمله حروف چی هست؟ حروف ادغام هست. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فضلكم ضد مشدد هست، شددار هست، على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ، وإذ ذل شهس ساكن هس، وإذ أنجينا نمیخوانیم، أنجيناكم در صورت وقف، اما در وقت وصل کردیم مدغم میکنیم به میم بعدی. وإذ أنجيناكم من آل، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، آل فرعون، في ري ساكن في مكسور، بس ري پر خوانده نمیشه، فرعون خوانده نمیشه، فرعون، فرعون، عون، عین فتحه واو ساکن، عون، فرعون نمیخونیم که بعضی فرعون میخونن، اشتباه هست. و اذ ان
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم إظهار ميم ساكن هست سوء العذاب مده متصل و حرکت آخر همزه را به لام موصل میکنیم سوء العذاب یقتلون یقتلون ت شدد دار هست مشدد هست پس به مقدار دو حرف نطق میشه یقت ت ساکن تیلون ت متحرک یقت تيلون أبناءكم إظهار ويستح ويستح ويستحيون نساءكم وزهم جميم إظهار مشى يقت يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم جاء مادة متصل ويس سين ساكن تح حي ساكن ويستح ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بعد از ميم حرف ب آمد پس اینجا حکمش اخفای شفوی است وفي ذلك بلاء نمیخوانین وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم اینجا مد متصل هست خب میریم سراغ آیه بعدی وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون لفني في قومي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين و وعدنا بعد از حرف دوم واو چه هست؟ الف خنجری هست و و و عد و و عد و و عد دال چه هست؟ ساکن هست از جمله حروف قلقله هست قطب و جدن پس دال اینجا چی میشه؟ اندک میلرزانیم حق قلقله را ادا میکنیم وواعدنا 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 موسى 30 ليلة اگر وقف کردیم 30 وواعدنا موسى 30 ليلة 30 ليلة لام مفتوح است ليلة نمیخونیم ليلة
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بعشر شين چهس ساكن هس وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميم مشدد تي باريك خوانده ميشه فتم ميم هم باريك خوانده ميشه فتم ميقات ميقات قاف بر خوانده ميشه جمله حروف استعلاس بعد از حرف قاف چی است الف خنجری است فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه ر مفتوحه است بر خوانده ميشه فتم ميقات ربه 40 ليلة أربعين ليلة ليلة هي نطق ميكريم چون توقف كردم اگر واصل كردم 40 ليلة وقال موسى لأخيه ترى نطق ما يكونين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني وقال موسى لأخيه لأخيه هارون اخلفني هارون اخلفني نمیخونیم هارون اخلفني حرکت نون فتحه را مستقیما میریم با خ چی میکنیم میچسبونیم موصل میکنیم وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي في قومي یا داره اینجا یاره حقشه قائل میشیم فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین سيدين ولا تتبع سبيل المفسدين حركه اخر اللام چی میکنیم به لام دیگه وصل میکنیم به لام بعدی چی میکنیم میچسبونیم سبيل المفسدين میریم سراغ آیه بعدی و آخرین آیت درسمو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
ما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما ميم چی هست؟ مشدد هست، شددار هست. و بعد چی هست؟ حرف الف هست. ولما جاء موسى مده متصل جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك إنجا قال ربي نيس تنهو فتحة كسرة قال ربي بربي فرق ما يكون ربي مكسور ب بكسرة اما ربی به همراه یا پس اینجا تنها ما چی داریم؟ کسره داریم قال ربی ارینی انظر الیک اینجا چی هست؟ بعد از اینجا مده منفصل هست چون حرف مد در یک کلمه و سببش در کلمه دیگر انظرو الیک نمیخوانیم چرا؟ به خاطر که ره اینجا چه هست؟ ساکن هست قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی اینجا یاد داریم قال لن تراني بعد نون ساكن ت آمد و ت جمله حروف اخفاس قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه و لكن انظر بعد از اینجا بعد از نون حرف ضوی است اینجا حکم اخفا است ولکن انظر متوجه باشین که اینجا یک اندکی مشکل است ولکن انظر نمیخونیم ولکن انظر الی الجبل وصل میکنیم الی الجبل جبلی فَإِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَسَوْفَ نمیخونیم فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا فَلَمَّا تَجَلَّى
تجلى، لام شد دارس، تجلى ربه 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 مشدد هست، ب شد داره و زم، ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، دكا و بعد از تنوین حرف واو آمد، اینجا ادغام، خر موسى صعقا صعقا، در صورت وقف اگر وصل کردین صعقا فلم اخفا میکنین، اگر وصل کردین فلما افاق فلما افاق، مد منفصل، ميم هم مشدد، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك، قال سبحانك، قال سبحانك تبت اليك، قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. خب دوستان گرامی، این صفحه را تلاوت کردیم و برخی و به برخی از احکام تجویدی آن نیز اشاره نمودیم. حالا همین درس را یک بار دیگر میخوانیم و بعد از آن ان شاء الله از حضور شما مرخص خواهیم شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا
تتبع وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. خب بینندگان عزیز و گرامی، این بود درس امروز ما، صفحه 106 و 167 قرآن چاپ مدینه منوره، از آیه 131 تا 143 سوره اعراف با هم تلاوت کردیم و به برخی از احکام تجویدی آن نیز اشاره شد. امیدوار هستم که از درس امروز نیز مانند سایر درس ها بهره‌مند گشته باشین و از درگاه الله متعال با دست نیاز مسئلت داریم که آنچرا که تلاوت کردیم و آنچرا که نون حالان تلاوت کردن و آنچرا که من و شما شنیدیم در ترازوی حسناتمون قرار دهد و همه ما و شما عزیزان را از جمله قارئان و تالیان قرآن و عاملان و قرآن بگرداند. و دوستان گرامی، این برنامه چنانی که می دانید گامی است در راستای تصحیح و درستخوانی قرآن کریم، کلام پروردگارمان، و این برنامه از شما و برای شماست و شما عزیزان می توانید با ارسال تلاوت های نون حالانتان در هرچه پررنگ تر شدن برنامه خودتان سهم بگیرید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما سروران و عزیزان را به پناه الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الحياة شوقا إلى المولى.